بریم با هم مورد اول آغاز کنیم. مورد ابتدایی که میخوام در رابطه باش صحبت کنیم همون go after هست. go after ببینید go خب در معنیش رفتن هست، اما وقتی ما میاریمش go رو به عنوان فعل phrasal verb مورد استفاده قرار میدیم، نباید ترجمهش کنیم رفتن بعد از، نه نه، به ترجمه گوگل مثل گوگل انجامش ندیم که ترجمه میکنه واژه واژه، باید مفهومش رو درک کنیم که این دیکشنری های انگلیسی به انگلیسی این رو کامل برامون باز میکنه وقتی بررسیشون کنیم. go after یعنی به دنبال چیزی رفتن. حالا after خودش اگر ترجمه بشه درست نمیخونه، after یعنی پس از، اما به دنبال چیزی رفتن رو ما میگیم go after. okay؟ مثلا میگیم she went after her dream job. یعنی اون به دنبال اون شغل که رویاش رو در سمی پرداخت، به دنبال اون رفت. اوکی؟ dream job، به اون دنبال اون رفت. به دنبالش رفت رو کجا بردیم توی جمله؟ went after، اگر زمان گذشته هست. اگر در رابطه با آینده میخوایم صحبت کنیم میگیم she will go after، زمان رو go داره با will go میشه، گذشته هست میشه went. اوکی؟ پس یا اگر چیز هست، اگر حال هست، چون she رو داریم میگیم she goes after. اوکی؟ پس اون نکته که در رابطه در ابتدا نمودمش صحبت کردیم تو این مثال حالا باز شد. پس شکل سوم شخص، شکل گذشته آینده منفی هر چیزی که داریم رو روی go پیاده میکنیم. میدونیم که پیاده کردن منفی با روی go با خود go نیست، با فعل کمکی هست. اینا رو حالا حتما انویدار دیدید میدونید. اما موضوع این که به دنبال رفته رو با چی آوردیم؟ با after. این از مورد ابتدایی در رابطه با این موضوع. میخوام تونتون بریم جلو، خیلی دیگه زیاد توضیح ندم تا اونجا که لازم هست باشه و خیلی حالا یه سری دوستان پس از اینکه ویدیو آپلود میشه میام میپرسم، میگن که کاش بیشتر مثال میزدی اینها. شاید بشه مثال ها رو حالا توی دیکشنری و اینجور جاها پیداش کرد، واسه همین من تلاش میکنم که زود تونتون کوتاهشون کنم که فریزال ورب های بیشتری رو توی ویدیو آورده باشیم. فریزال ورب های بیشتر، توضیحات کمتر، اما دیگه مثلا سرچ میتونید آموزش کنید که خب خیلی چیزا با همون توضیح کم کافیه، یه چند تا شاید نیاز به توضیح بیشتر، مثال بیشتر داشته باشه که بتونیم توی دیکشنری و اینجور جاها کامل ترش کنیم و این قضیه برامون روشن بشه. پس بریم زود زود بقیه فریزال ورب ها رو با هم دیگه کار کنیم. مورد بعدی go about هست. go about یعنی مثلا با چیزی سر و کله زدن، با یه چیزی رو باش درگیر شدن، کارش رو انجام دادن. مثلا میگیم how should I go about telling her the bad news. okay. مثلا این مثال ماست. چی جوری باید این go about کنم، یعنی چی کار کنم، یعنی این کار رو انجام بدم، چی جوری این رو واردش بشم، چی جوری با این کنار بیام که این خبر بد رو من به این فرد بدم. یعنی سختی کار، مثلا با اون سختی کنار اومدن، با اون سختی دست و پنجه نرم کردن، با اون سختی نمیدونم وارد عمل شدن. حالا توی اون ترجمه چه مقدار مشکل دارم، اما کلا go about یعنی با یه چیزی هم مسیر شدن، واردش یا واردش شدن، آغاز کردن یا باهاش همراهی کردن هست. اوکی؟ من چجوری این کار رو واردش بشم، چجوری این کار رو مثلا به پایان برسونم، به نتیجه برسونم. اوکی؟ و معنی دیگه هم داره go about، یعنی چرخیدن، سرکیولیت کردن، چرخیدن از این ور به اون ور شدن. مثلا میگم که آقا پشت سرت یه حرفایی داره مثلا رد و بدل میشه. یعنی چی؟ یعنی این قضیه ادامه داره. حالا منظور چرخش رو نمیدونم، یه دایره و یه حالت این شکلی نداره، ولی مثلا میگیم که پشت سرت یه حرفایی دارن میزنن، یعنی این قضیه داره ادامه پیدا میکنه، یعنی داره این چیزا رد و بدل میشه. اوکی؟ میگیم که a rumor is going about you. a rumor is going about you. going about you. going اون حالت استمراری خوب go میگیره چون فعل ما هست، و بعد about you همیشه ما پس از going about باید حالا فردی رو داشته باشیم، یا فرد یا موضوعی رو، object رو باید داشته باشیم. این بار you هست، میگیم یه داستانی، حرفای پشت سرت داره گفته میشه، داره در رابطه باهات ساخته میشه. go to go about someone.
go about someone, something going about someone یعنی در رابطه با کسی چیزی داره رخ میده اتفاق میفته حالا این دفعه چی مثلا شایعات یه حرفایی پس اینا رو ما با همون go about میاریم پس go about رو حواسم باشه میتونه دو تا ترجمه داشته باشه میتونه چند تا ترجمه داشته باشه میتونه چند تا معنی دیگه هم داشته باشه حالا با توجه به جاش حتی بعضی وقتا با توجه به اینکه مثلا موضوع ما تخصصی هست موضوع معنیش اینو دار فرق میکنه اوکی بریم سراغ موضوع بعدی